دروت دوستان و عزیزم بنسوار برجر روغ زمین جسبخ که وزاله بیا. امیدوارم که در هر کجایی که هستین حال دلتون خوب 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 باشه. ببینیم با همدیگه چه خبر است امشب در با احساسی شما و چه گلی به سرتون میزنین مثل همیشه خوش آمد میگم به شما دوست عزیزی که تا از کانال شدین خیلی خوش آممدی یاران و من مثل همیشه سپاسگزار تک 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 شما هستم. که با حضور شما دوستان عزیز این کانال کانال هست و اینا بدون کانال بدون شما این کانال کانال نبود <applause> خب ببینیم ببینیم چه کار میتونیم بکنیم هیچ نقشه خاصی ندارم مثل همیشه در قسمت اول نگاه میکنم میپردازم به انرژی شما و همچنین به انرژی شخص مورد نظرتون چه چیزی دور بر شما هستش خب از چه دست کارتهایی برون استفاده کنم از دست کارتهای توی این فلم برون استفاده میکنم ببینیم که در چه هایی تشریف داریم راحت باشین ریلکس باشین دوستان و اینکه نگاه کنیم ببینیم چه خبره خب شما تشریف آوردین دو طرفتون کارت های تاروت کبیر افتاده یعنی مسائل مهم برای شما دوستان دارن اتفاق می افتن. دو تا کارت های هستن حالا بعداً بهتون میگم که توی تاروت یکی از تعاریفشون چه چیزی هست امیدوارم از کارت حضرت محترم غافل نشده باشم چون این کارتا ها مقدار رنگشون یک جوری هست که آدم میتونه اشتباه کنه خب ببینیم هنوز که نه 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 آه حضرت محترم تشریف آوردن Okay. شخص مورد نظر شما دوستان یا شخصی که ممکن است وارد زندگیتون بشه اگر که <laughs> از... از زندگی احساسی مرخصی گرفتین پس برای یکی از عزیزانتون هم میتونین نگاه کنین دوستان عزیز توجه کنین شما دوست عزیزی که دارین نگاه میکنین دو تا کارتی که دور و بر شما هستن حرف از کارما داره میزنه حرف از این میزنه که یه قسمت یه زندگیتون هستین که در این قسمت در این بره از زندگیتون ممکن هستش که قسمت کار میکش هستن قسمت این هستش که کارماهایی رو دارم تمیز میکنم برای چی کارما رو تمیز میکنیم برای یک شروع زیباتر داشته باشیم یک مسئله بهتر توی زندگیمون اتفاق بیفته ببین دوستان من احساس میکنم یک سری از شما عزیزان دل در این دوره که هستی ببین شانس با شما یار هستش و یک مسئله داره میزون میشه توی زندگیتون مسئله که من دارم میبینم که و حالا شاید ناراحت باعث ناراحتی و عشق شما شده باش... شده باشه تو زندگیتون حرکت دارم میبینم یک سریاتون عزیزان دل دارم میبینم که یک مقداری عدالت رو تحت سوال قرار میدین عدالت الهی رو تحت سوال دارین قرار میدین هر چیزی که هست دوره هست که باید با سرنوشت که شما داره حل میده جلو میره همراه باشیم وگرنه اگر که ما برخلاف جهت آب طبیعت حرکت کنیم خب آب ما رو میبره پس باید بپذیریم یک سری از مسائل رو. چرخ اقبال وقتی میافته دوستان حرف از تغییر و تحول میزنه ولی تغییر و تحولی که در اینجا همراهی سرنوشت رو ما داریم و میرسونتمون به یک عدالتی عدالت در مورد چی؟ در مورد مسئلهی که حال ما رو بد کرده بوده ببینید دوستان یک مسئله ممکن هستش که برای شما این روزا که درش هستین احتیاج به این دارین که در این مسئله واقع بینانه و منطقی باش برخورد کنین که زخم بیشتری نخورین از آنچه که شاید از گذشته شما داره میاد بر حال این از این بریم ببینیم کارت های پایین در مورد حضرت محترم چی بهتون میگه پس شما توی قسمتی از زندگیتون هستین که دارم میبینم که من خلاصه رو بگم قبل از که برسم سراغ اون حضرت این هستش که دارم میبینم که پس یک ادالتی داره بر حال اینجا رعایت میشه برای شما یک میزانی داره به وجود میاد و یک دوره کارمیکی رو پشت سر میگذارید شخص مورد نظر دوستان الان مسائل احساسی براش خیلی مهم هستن به فکر نوشتن هست به فکر بخشش هست تقاضای بخشش شاید دوستان و این که دارم میبینم خیلی صادقانه با خودش داره در مورد مسائل احساسیش صحبت میکنه ممکن هستش که آره این شما هستین که میخواد برای شما بنویسه و اگر شما این شخص رو نمیشناسید به حال زندگی احساسیش براش مهم هست و داره بهش نگاه میکنه از جانب دیگه من حالا دارم میبینم که این شخص ممکن هستش که حالا یه جاهایی توی زندگی احساسیش دچار مشکل شده شده باشه در گذشتهش دوستان و این یک مقدار باهاش یک مقدار داره دست و پنجه با این فکر دست و پنجه در میکنه که اوکی زندگی احساسی خوب هستش رایی که توش هستم فکری که دارم میکنم شخصی رو که میخوام باهاش حالا ممکنه این شخص شما باشین دوستان عزیز میخوام باش وارد رابطه بشم خوشم میاد دوست دارم قدم بردارم ولی اگر که من وارد یک درگیری بشم یا مثل اون تجربه قبل رو بخوام انجام بدم چه چه میشه آدمی هست دوستان توجه کنین که دارم میبینم که میدونه که برای یک زندگی احساسی باید تلاش بکنه باید باید زحمت بکشه و دارم میبینم که از جانبی دارم میخواد از جانبی یک مقداری ممکن هستش که بترسم برای سریاشون که دوستان ممکن هستش که الان در حال حاضر در یک ازدواج رسمی باشن دوستان یا با شخص یک شخص رسمی توی زندگیشون هستش بدونین که توی زندگیشون با این شخص رسمی مشکلاتی دارن دوستان. خب مشکلات و درد سرهایی رو دارن همه این حرف ها رو من بهتون زدم اینا رو جمع میکنم و میریم سراغ قسمت بعدی فال که شما دوست عزیز بول من هستیم که هنرپیشه نقش اولش هستیم خب من اول یه انرژی از زندگی شما زندگی احساسی شما میگیرم دوستان و بعد بریم ببینیم که دوستان عزیزی که دارین نگاه میکنین با هم دیگه بریم ببینیم که در زندگی شما اصلا حالا زندگی وقتی من یه وقتایی که میگم زندگی احساسی ولی یک جاهای زندگی شما اینقدر احتیاج به شنیدن داره که به صورت مشترک هستش بین شما حرف که حرف میزنن ولی اینکه من بخوام کارت ها رو احساسی مثلا بخوام بخوام بعدون بخونم خب بریم ببینیم که چه خبر است در این کارت ها من اینجا بذارم و ببینیم چه خبر نمیدونم آیا همه این یک حالت وسواس شده الان برای من که هر دفعه نگاه کنم توی دوربین ببینم دید دوربین درست هست یا نه به خاطر اینکه یک سری از عزیزان هستن که مدام تقاضای این دارن که برزدن رو ببینم و ریختن کارت ها رو ببینم و در این من نمیخوام دل هیچ کس رو بشکنم میدونم که نمیتونم همه رو راضی نگه دارم ولی به هر حال تا اونجایی که از دستم برمیاد کاری که بتونم انجام میدم ببینید دوستان یک سری از شما عزیزان دل یک مسئله در گذشتتون اتفاق افتاده برای که کارت کارت مربوط به گذشته شما هستش که افتاده که این مسئله که از گذشته شما برای شما اومده یک اتفاقاتی افتاده دوستان که دارم میبینم که احساس میکنم که بر حال یه مقدار توانو از به یک سریاتون گرفته و احساس میکنین که دیگه در شرایطی که در اون هستم شاید امیدی ندارم یا موقعیت احساسی برای من وجود نداره گذشته شما یک سری یاری شما عزیزان دل شما رو به جای رسونده که احساس میکنین که همیشه شرط شما به همون به همان سانی که هست هستش نه کسی دور برم هستش نه اینکه روشنایی رو میبینم این در حالی هستش که این کارتا سرشون پایین افتاده در حالی که کارتا سرشون بالا افتاده بود کلا متفاوت بود خب پس شما میتونه قادر هستین که سر این کارت ها رو عوض کنین یعنی اینکه یه وقتای خستگی مفرت ذهنی که ما داریم باعث میشه همه جاراتی رو تار ببینیم باور کنین دوستان این تجربه برای خود من همین قبل از اینکه من یه مقدار یک بریک داشته باشم و برم مغز خودم و خالی تخلیه کنم همین حالت بودم امید و آرزو من احساس میکردم دیگه توی یک سری از شرایط وجود نداره در حالی که الان که برگشتم میبینم که همه چیز رنگ دیگه ای هستش خب ببینیم پس اینجا دارم میبینم که برای یک سریات دوستان احساس میکنین که نه فایده دیگه نداره حتی فایده ای نداره که من میخوام تلاش کنم چون بالاخره همه چیز همون, همون, جوری خواهد بود که هست این به خاطر خستگیتون به خاطر تجربیات کوچیک و نمیدونم بزرگی که توی زندگیتون داشتین یک مقداری عینک دودی بر چشم داره این در حالی است که شرایط شرایط دارم میبینم که اینجا اوکی شاید به نظر شما تا، تیره و تارو نمیدونم حالا سکوت و در حالت انفعال هست ولی من احساس میکنم که اون زیرمیرا کسی هست یا شرایطی هست که میتونین در اون لذت ببرین دوستان از زندگی احساسیتون لذت ببرین مخصوصا حد اقل یک نفری هست که اینجا با این ماه پنهون هستش و کسی هستش که نسبت به شما تمایل بسیار زیادی داره و تنها خواستش این هستش که با شما باشه و خوش باشه لذت ببریم این بیشتر لذت های فیزیکی لذت های دنیاوی هست چرا که نه خب من همیشه میگم ما به این دنیا نیومدیم که کشیش و راهبه بشیم خب ما به این دنیا آمدیم که از لذت های دنیا استفاده کنیم این شخص ممکنه که دوستان دو تا عنصر رو من میتونم بهتون بگم اون یکی از رو که واقعا بهش مطمئن هستم که میتونم بهتون بگم عنصر آب باشه دوستان عزیز خب و این شخصی هستش که دارم اینم عجله هم ممکنه نداشته باشه و قادر هستش که تمایلات خودش رو مخفی کنه یه سری من نمیدونم وقتی که ابراز <applause> نمی کنم چجوری ما باید, باید بدونیم که از ما خوششون میاد دوستان توجه کنین دارم میبینم که خستگی شما رو دارم میبینم یک سریاتون خستگیتون رو دارم میبینم دوست عزیزان دل از شرایطی که داشتین اینم در گذشته ببینید دوستان من دارم میبینم که میلیت شما برای این بوده که پیشرفت کنم در زندگی احساسی ولی به در بسته خوردین یک سریا ببین مرد آویخته اون بالا افتاده ولی مرد آویخته مثبت افتاده یعنی اینکه شرایط همیشه در این بنبست نبودم و اینجا تغییری من دارم میبینم که تغییری انجام شده در این ببینید دوستان در این حالت خستگی که شما دارین من احساس می کنم در هرچی تغییر بوده رو بستین و ندونستین جون بگیرین من احساس می کنم یک سریاتون به طور کلی در یک سری از مسائل گذشتتون هستن. یک خستگی های مفرت ذهنی ممکنه و حتی جسمی دوستان خدا نکرده یک سریاتون شاید یه بیماری رو پشت سر گذاشتی جوری شده که اینکتون واقعا تیروتار کردین دوستان نسبت به زندگی و اینکه نتونستم اون جونی که با باید بخوام بگیرم و یک سری از مسائل رو توی زندگیم بتونم راست ریست کنم از اون جایی که شاید در یکی دو تا از روابط گذشته شاید در گذشته احساسی میام که در اون شکست هایی رو شاید تجربه کردم پس بنابراین من امیدم رو اینجا در گذشته، اینا رو میگم در گذشته عزیزان, عزیزان. از دست دادم و در آینده بریم با هم دیگه چی میشه من رو با هم دیگه جمع میکنم هفته میشه هفت ولی در, حال هست در حالی هستش که ببینید این, این شرایط شما دار تغییر داره میکنه و تغییر کرده در گذشته نه چندان دور دوستان من دارم میبینم از یک حالت مصدودیت وقتی که من کارت ها رو با هم دیگه جمع میکنم کارت حرکت به سمت موفقیت رو داره و اون داره می نشون میده پس بنابراین شرایط از اون قسمت ببینید این قسمت این مقدار تاریک است میرسیم به یک قسمت روشنتر که راه شما یک مسدودیتی از سر راه شما برداشته شده خب اوکی دوستان من چیزی رو که دارم میبینم اینجا یک سری از شما که احساس میکنم که نمیتونی یعنی خودتون به خودتون اجازه این رو نمیدین دوستان که بخواین یک شروع درست حسابی داشته باشین به خاطر که با همه این احوال که شرط شما تغییر کرده ولی شما در روی خودتون بسین و دنیای شما خودتون رو کوچیک کردین حالا یا خواستنی هستش مجبور هستم این کارو بکنم یا این به بخش خواستنی هستش نه دلم میخواد این کارو کنم یا اینکه نه به خاطر شرایط زندگیم خودم رو محدود کردم و دنیای خودم رو کوچیک کردم دوستان دارم میبینم احساس میکنم یک سری از شما دوستان هنوز آمادگیش رو ندارین با اینکه شاید به ظاهر بگین نه من دلم میخواد ولی حساب کنین شما پاتون شکسته باشه و اینکه بخواین توی یک مسابقه دو شرکت کنین خب م... نمیرسیم و اینکه نمیتونین ادامه بدین این مسابقه رو اینجا هم به همین صورت هستش ولی اینکه دلتون میخواد اون لباس د... دونده رو بپوشین ولی شاید توان اون رو نداشته باشه باید هنوز برای برای, تون... برای یک سری ها میگم دوستان توجه کنید این فال ها عمومی هستن یک سری ها باید هنوز دوستان به یک آرامش درونی برسیم تا زمانی که این دریا متلاطم هست دوستان و تا زمانی که در روی شما بسته شده خودتون حالا بسته شده به چهر صورتی که از خودتون هستش ناخداگاه یا خداگاه دوستان ببینین شما باید یک دورهی به, رو به پایان برسونیم یک میگه این کارت میگه یک دورهی یک فصلی هنوز برای یک سریاتون به پایان نرسیده دوستان خب از گذشته ای که باعث شده که شاید نسبت به همه چیز من بدبین بشم خب من کارتا رو جمع میکنم ده و ده اینجا 20، بیست و چهار و هشت میشه سی و دو اوکی یک یه مسئله هست عزیزان دل توی زندگیتون که تا زمانی که درمان نشه تا زمانی که بر اون تسلط پیدا نکنین تا زمانی که به این گزه بر این گذشته شما نتونین حزمش کنین برای یه سریا یه سریا فکر میکنین شاید تمام شده من برای اونایی که دیگه باهاش خداحافظی کردیم وداع کردین با این گذشته حرف ندارم ولی برای اونایی که دوستان ببینید زمیر ناخداگاه شما یک وقتایی میشونو میکنه به صحبت کردن من با اون شما شما حرف دارم و من وقتی که اینجا دارم میبینم دوستان توجه کنین اینجا من دارم عزیزانی رو میبینم که از این به بعد میل به این دارین که یک لگدی بزنین که و حرکتی بدیم به زندگیتون من نمیبینم بینم ابد و ابد العمر این گونه باشیم امیدوارم که این فالی رو که دارین نگاه میکنین دوستان تلنگری باشه برای یک سریتون برای که دارن میبینن یک باره داره چشمتون باز میشه و یک باره اتفاقات میفتن که تصمیم میگیرین که تغییراتی رو انجام بدین تغییرات در چی؟ در رسیدن به این یک تعادل و یک آرامش و یک به قول معروف از خاکستر خودتون در اومدن من کارتا رو جمع میکنم عزیزان با هم دیگه بریم چی میگن بیست بله ببینید دوستان من احساس میکنم که یک <صحیح> لگدی خواهیم زد یک سریاتون به تنهاییتون به ازلت حتی نشینیتون و اینکه این, این گونه هستش ولی سریا عزیزان دل از یک مثل میمونه که مسکن شما منزل شما دوستان با اینکه خیلی لذت بخش و خوب هستش ولی باعث شده که شما شاید جا به جایی های شما از جایی به جای دیگه رفتن و دیدار با دیگران شاید محدود شده باشه یا محدود هست الان در حال حاضر چون اینجا حرف از خانه هم میزنه خانه ای که در اون لذت میبرم ولی خانه ای که پای من رو هم بند کرده و دنیای من رو هم کوچیک کرده و اینکه ببینید و این اون چیزی که من میخوام بهش برسم رو در این شرطی که هستم نمیتونم داشته باشم و دارم میدم که تلنگری داره بهتون در این باره میخوره حالا یا اینکه عادت های خودتون رو عوض میکنین یا اینکه بیشتر سعی میکنین که جابجایی مکانی داشته باشین که بتونین بیشتر به دیگران دست دستی داشته باشه خب این قسمتی بود از فال شما دوستان حالا بریم ببینیم با هم دیگه قسمت های دیگه فال شما چه چیزی بهتون میگه من یک ام... کارت عدد شناسی براتون میریزم و ببینیم در کارت های عدد شناسی بهتون چه چیزی رو میگه عدد 22 من میسازم من بزرگ میسازم و من تمام انرژی خودم رو در عمل اعمال کاری که میکنم میذارم من برای یک منفعت دست جمعی حرکت میکنم و من روی مسائل کوچیک متمرکز نمیشم. من به استعدادهای خودم ایمان دارم و من الهاماتی رو که بهم به میشه در خدمت دیگران میذارم. ببینین شما بزرگ میبینین. عدد 22 همیشه عددی هستش که ببینین دوستان یک قسمت تمام شده. شما در یک عالمی هستین بین پایان یک دوره و شروع یک دوره. هنوز نه اون دوره به صورت کامل یعنی اون دوره به پایان رسیده ولی انگار هنوز شما به این 22 دو،, دو تا دوره رو به هم دیگه وز کرده و تا زمانی که پا به عدد یک نگذاشتید یک مقدار ممکن استش که این میون باشید ولی خواسته های شما این هست یعنی اینکه ببینید سوخت و به حال بنزین اون رو دارین که بخواین حرکت کنید خب من از تاروت استفاده می کنم ببینیم که تاروت در ارتباط با زندگیتون بدون چی میگه دوستان ببینیم چه کارتای براتون افتاد ببینید قدرتمندی شما رو ببینید دوستانی هستن که قدر خودتون رو میدونین عزیزان دل اولا اولا عجله ندارم نگاه میکنم صبور هستم نگاه میکنم و از جانب دیگه دوستان عزیز دارم میبینم که اینجا احساس میکنم که شما با قدرت قدرتش که داریم ولی یک شخصی هستین که باز هم برمیگردم به همون که ممکنه که یه حالت دیگران شما رو آنچنان نمیبینن دوستان حالا به خاطر شرایطی که دارین یا به خاطر هر چیزی که هست بام 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 همین کارتا نزدیک بود از دستم بیفتن حالا ببینیم خب این کارت معرف چه چیزی هست برای من معرف کسی هستش که کم کم قدم داره به این دنیا میذاره کم کم دارم ببین یک کاری رو احساس میکنم دارین شروع میکنین یک مسئله ای رو دارین دست بهش میزنین که بعد برای شما ثمره خواهد آورد شاید سری و سر برای شما س... یعنی درخت پرباری نباشه ولی دارم میبینم که برها جرأت میکنم روی اعتماد... اعتماد, به نفس میگیرم و حرکت میکنم مشکلی که اینجا وجود داره دوستان این هستش که شما شاید مشغله های جاهای دیگه ای که برای شما بر این زندگی احساسی شما حالا میچربه هر جوری که هستش یه چاهای دیگه یه ببینید, ببینید یه وقتی کائنات یه دراری میبنده که ما بتونیم روی مسائل دیگر رو دیگه بتونیم متمرکز باشیم مثلا اینجا من دارم میبینم که بیشتر کار و مادیات هستش دوستان خب ببینیم کارت های دیگر از چه گذشته میان از گذشته ای داریم میان دوستان عزیز که در اون دارم میدم یک سریاتون ببینید همون کارت ها یه مقداری انجام دارن میان احساس شکست کردم احساس میکردم که راه حلی ندارم احساس میکردم که حالا ببینین اینجا اون همون نوشخاری ذهنیه هستش ولی چرا شما اینجا احساس شکست میکردین چه اتفاقی برای شما افتاده که برای یک سریاتون دوستان اعتماد به نفسی از شما رو بوده شده و سلب شده دوستان عزیز و من این بالا چیزی که دارم میبینم حرکت دارم میبینم براتون همون حرکتی بود که بهتون گفتم میل بر این داشتم امید بر این بوده که مسائل توی زندگی شما حرکت کنند ولی اتفاقی که افتاده یک باره افتادین توی یک دوری که بر حال خسته بودم انرژی نداشتم ولی این کارت بالا بتونم گفتم یک مسدودت برداشته شده و تبدیل به یک راه باز به سمت موفقیت هستش اینجا حرف از حرکت میزنه و اینجا چیزی که هستش دوستان توجه کنید حرف از قدرتمندی اولا شما و مسئولیت پذیری تو میزنه و از جانب دیگه من اینجا کسی رو دارم میبینم که دوستان توجه کنین که شما پر از شر و شور هستین و اینجا کسی هست که این در دل شما هستش کسی که نسبت بهش خیلی شما تمایل دارین که اینجا زمین ناخود در زمین قسمت ناخود آگاه شما هستش برای سریاتون دوستان شر و شور اینگه بخوام الان یعنی میل به این که بخوام یک زندگی احساسی پر شر و شور داشته باشم نه اینکه شر داشته باشه منظورم اینه که پر رنگ و لعاب باشه هم زیاد هستش و ببینیم کارت های بعدی رو با هم دیگه استارت یه مسئله توی زندگیتون داره میخوره ولی مسئله که من اینجا دارم میبینم این هستش که این حس و حال جوجه اردک زشت بازی برای یک سری ها خیلی زیاد هستش مثل این میمونه که شما عزیزان یک مقداری باید روی اعتماد به نفس خودتون که دارین کار میکنین عزت نفس بیشتر نه اعتماد به نفس باید بیشتر متمرکز باشه و یه مقدار این سوراخ سنبایی که از شما نشتی انرژی داره میشه باید بگیرید چرا که من دارم میبینم که دلم میخواد کاری رو انجام بدم ولی احساس میکنم در اون زمین ناخداگاه خودم که ممکن استش که خلاه های ایمیون وجود داشته باشه من اینجا شما رو دوست عزیز رو جوری میبینم که با میدونم میدونین چی میخواین توی زندگیتون نه که ندونین چی میخواین توی زندگیتون همه چیز براتون روشن هستش و تازه موفقیت هم دارین یعنی که دیگران از شما خیلی خوششون میاد خب این از این و از جانب دیگه دوستان عزیز من اینجا شخصی رو میبینم برای شما در, در تو حالا نه من در این قسمت شخصی رو دارم میبینم دوستان که شخصیت خیلی قدرتمندی داره یه مقدار لجباز حال آدمی که پروژه های زیادی توی زندگیش داره دوستان این قسمت ببینید یک دو تا کارت آرکان ماژوری و تاروت کبیر براتون افتاد و اینجا هم سه توی این فال خیلی نیفتاد در نسبت بقیه کارت ولی ولی حال افتاده پس اینجا دارم میبینم دوستان دار میرین میرسین به این قسمتی که اینجا دارم میبینم که به حال خیلی جدی روی زندگی احساستون دارین حرکت میکنین خیلی چیزها دارم میبینم که تغییر خواهد کرد برای شما دوستان اما این تغییرات در این حالت جوجو اردک زشت بازی در وردن باشه و چیزی که هستش ولی متاسفانه متاسفانه برای یک سریاتون خیلی سخت گیر هستین اینجا او آره ببینید دوستان من دارم میبینم مسئله خیلی 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 جدی باش برخورد میکنیم و همونجور که گفتم یه مقدار بار نرمش رو اتافذیری داشته باشه ولی خب به چه دردی میخوره دوستان خب خیلی وقتها هستش ما به خاطر تنهایی هایی که داریم افرادی توی زندگیمون میپذیریم که یه عالم عیب دارن میگن حالا یه عیبی نداره حالا اون یکی عیبی نداره ولی یک عیبی داره اونقدر بزرگی که منم متوجه نشدم هی اومدم با خودم مدارا کردم با اون طرف مدارا کردم هی نمیدونم تصور کردم رنگ چشش این بود که من میخواستم دهنش اینجور بود قدش فلان اینجور اشکال نداره بعد صحبت کرد بی ادب بی درورد اشکال نداره اشکال نداره اشکال نداره, نداره. یک مرتبه یه جای... میرسیم که میبینیم نه یک ایبای داره که دیگه اصلا هیچ وقت هیچ چیزی نمیتونه پاکش کنه و ما نیومدیم اینجا که برای سریامون هم که یک سن سالی از ازمون گذشته نیومدیم اینجا که کسی رو بخوایم تربیت کنیم دوستان یا کسی رو بخوایم بزرگ کنیم بلکه آدم رو همونجوری که هست باید پذیرفت به هر حال چیزایی که من دارم میبینم که میگه میگه خیلی سختگیر نباشین ولی وقتی میگه خیلی سختگیر نباشین دوستان یعنی این نیستش که نه شما همه ایبار رو بپذیرید چشمتون رو باز کنین دوستان یک مقدار انعطاف پذیری وارد زندگیتون کنین ولی نه اینکه خیلی هم انعطاف بدین بهتون دارم میبینم که به حال شما عزیزان دل اینجا خیلی دارین کارتزیان خیلی منطقی با مسائل رفتار میکنین چیزی بود که من میتونستم براتون بگم عزیزان دل من روی ماهتون رو میبوسم بهتون میگم که روز روزگار خوش و تا فال دیگه خدا نگهدار